درود بر شما. 15 آذر ماه 1398 خورشیدی و 6 دسامبر 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به سلبریتی های سینما و اگه برسیم سیما های آقایون. کجا ایستادن این دوستان؟ در کنار مردم یا در کنار حکومت؟ هر دوانه نمیشه، نشده، هیچ وقت نشده. پرده آخرم خواهیم داشت. تقدیمی این هفته به داغدارانی است که بستگانشون رو در خیزش آبان 98 از دست دادن. عده‌ای از جوونا و نوجوانایی که تو خیابون تیر خوردن و کشته شدن تو شبکه‌های اجتماعی رسانه‌های خارج از کشور به ویژه معرفی شدن. ولی من چیزی درباره عبدالله آجرلو ندیدم که در اسلام شهر کشته شد. یه دست دوستان عبدالله آجرلو از کشته شده های اسلام شهر عرض کردم، زندگی نامش رو فرستادن برام که من کوتاه براتون میخونم. عبدالله آجرلو 26 ساله، پدرش کاشیکار بود، متولد سربند عراق. عبدالله تنها پسر خانواده بود با دو خواهر. سمانه 25 ساله که با یک سرایدار مدرسه ازدواج کرده و یک بچه دارد. خواهر کوچکش سما 17 ساله. عبدالله آجرلو تا سیکل درس خواند، بعد همراه پدرش کاشیکاری ساختمان میکرد. عشقش مادرش بود. پدر عبدالله جانباز جنگ است و 2 سال در جبهه بوده. این مادر و پدر تنها پسرشان را با گلوله ماموران حکومت از دست دادند. و صدها نفر دیگه. تقدیمی این هفته بخشی از شبنورد استاد شجریان به خانواده های داغدار کشته شده های آبان. شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. تلفن پیامگیر 201-202-382-5982. ایمیل lastpage@voanews.com. فیسبوک VOA Last Page و تلگرام فارسی VOA. تقدیمی پیام شنیداری یا تصویری شما به مسئولان حکومت. وقتی احزاب نباشند، افراد هستند که ذهن جامعه رو هدایت میکنن. این بدیهی ترین دلیلی است که چرا سلبریتی ها اینقدر نفوذ دارن در ذهن جامعه همچنان جوان ایران. بدم نیست نفوذ داشته باشن، ولی خب به هر حال این جامعه بدون قطبندی های حزبی است و خب از این نظر خیلی بده. یعنی همیشه استبداد مطلق حاکم است بر جامعه‌ای که قطبندی حزبی وجود نداره. به هر حال حضور پرتبوتاب شبکه‌های اجتماعی هم کمک کرده البته که هر کدوم از این سلبریتی‌ها به اصطلاح بشن یک قطب که هوادارهای کشته مرده خودشون رو دارن و خب هر چی بگن تقریبا همیشه مورد قبول طرفداراست. خودتون میدونین چی میگم. بنده و جناب عالی که اینو بدونیم
مطمئنن مدیرای دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بهتر از من و شما میدونن و اصلا این روند رو سازماندهی و هدایت میکنن اگه بتونن. میثم محمد حسنی، برادر احسان محمد حسنی، رئیس سازمان اوج میگوید، رئیس سازمان هنری اوج میگوید بعد از ایام فتنه سال 88 سپاه به این جنبندی رسید که باید درهای کار فرهنگی را باز کند. البته باید گفت که جور وزارت ارشاد و نهادهای دیگر فرهنگی را کشید. مجموعه به نام قرارگاه خاتم شکل گرفت که جوانان در آن مشغول کار فرهنگی شدند. ما هم وارد این مجموعه شدیم. برخی از دوستان فقط ایام انتخابات به یاد سلبریتی ها میافتند و این کارساز نخواهد شد. اشتباه بزرگی سر قضیه امیر تتلو رخ داد و من به عنوان کسی که واسطه این اتفاق بودم واقعا ناراحتم. اون جور کرده بود که با رئیسی اینا برن عکس بگیرن از این داستانا و اینا. ترانه انرژی هسته‌ای و شهدایی را که خوانده بود تصویری کردیم. انرژی هسته‌ای را به روی ناو ارتش ساختیم. البته بعداً دوستان زیرش زدن و گفتن ما قضیه را نمی‌دانستیم. مگر بدون هماهنگی می‌شود روی یک ناو کلیپ ساخت؟ اصلا چگونه چند روز قبلش با طرف عکس یادگاری گرفتید؟ البته ما از این مسائل گذشتیم. من هنوز پای کارهای ارزشی که با تتلو کردم هستم. انقلاب اسلامی برای همه اقشار باید برنامه داشته باشد. این اشتباه است چون کسی ساختار شکنه است رها شود. یکی مثل محسن چاوشی که مردم را برای شرکت در انتخابات دعوت می کند کار بزرگی می کند. حتی اگر کاندید مورد علاقه ما نباشد، او در واقع کاندید جمهوری اسلامی را تبلیغ می کند. همه داستان همینه. و حیف که خیلی از هنرمندا، از جمله چاوشی که پدیده است واقعا در موسیقی پاپ، در خواننده های جوان ایران، قدر خودشون رو نمی دونن. چون شاید قدر مردم رو نمی دونن. من نمی دونم، هیچ قضاوتی نمی کنم. وگرنه هممون می دونیم که مگر می شود عشق و علاقه که آدم به کارهای مثلا همین محسن چاوشی داره انکار بکنه؟ حکومت همیشه سعی کرده هنر و هنرمندان رو از آن خودش بکنه. همه حکومت رو سعی میکنن این کار رو بکنن. البته حکومت های مستبد، عرض کردم که دنبال هنر حکومتی میگردن. و مهمتر این که جمهوری اسلامی سعی کرده مشوق مضمون ها و فرم هایی بشه که ظاهرا هم ربطی به دنیای آخوند و حکومت جمهوری اسلامی نداره، ولی حاصل چی میشه؟ از دل سپاه پاسداران در میاد و از سازمان سینمایی اوج که خوندم براتون دیگه، مال سپاه که بریم کار فرهنگی بکنیم. ببینین مثلا مثال بزنم، ترانه ای رو که ما میشنویم و لذت میبریم و زمزمه میکنیم، میبینیم که از دل سپاه پاسداران در اومده. خب این موفقیت سپاه، سازمان سینمایی اوجه. یغما گلرویی ترانه مینویسه، من تهرونم رو میخوام. پرویز پرستویی اجراش میکنه، کار قشنگی در میاد و کلی شنونده داره. هر دو در لایه های از جامعه محبوبیت دارن، مخصوصا پرویز پرستویی، و بعضی جاها انتقادایی هم از حکومت کردن هر دو. خب سپاه نمیره اینا رو بگیره خفه کنه، میره بهشون پول میده که کارشون رو تو سازمان سینمایی اوج که مال خودشه تولید کنن، بهشون امکانات میده. ممنوع هم در این حوزه نمی کنم، اگه برن جای دیگه کار بکنن که اونا رو به هر حال مقاطع اتفاق افتاده. این چرا اوج یا سپاه به طور کلی کمک میکنه؟ یه سود اساسی داره واسه حکومت. تولیدات هنری رو اینجوری خیلی راحت تر کنترل میکنه. من عمدن میخوام برم سراغ محبوب ترین ها. اگه خیلی هاشون محبوب شما هستن، محبوب شخص بندم هستن واقعا، ولی من اصلا نمیخوام شخصی بشود موضوع در مورد این فرد و اون فرد. ما داریم درباره یک جریان فرهنگی صحبت میکنیم و ضد فرهنگی. میخوام برم سراغ محبوب ترین ها و البته تو سینما به ویژه با فرصت که داریم. ببخشید حالا یه خودم جاده خاکی رفتیم، درباره ترانه و گلرویی اینو صحبت کردیم. سراغ بعضی از محبوب ترین ها میریم چون مسئولیتشون بیش از بقیه است. نمیرم سراغ بازیگرایی که با تعهد دادن به
حکومت زندان در سال 60 و 61 از زندان آزاد شدند و با همون تعهدها امروز دارن کار میکنن. اینا تکلیفشون روشنه که کجا ایستادن. مثلا آقای محمد رضا شریفی نیا سراغ بازیگرایی هم که معمولا تو گروه بازیگران مهران مدیری هستن نمیرم و نمیپرسم که چرا تا حالا یک بیانیه اعتراضی حتی در تمامی این سالها منتشر نشده که امضای شما هم پاش بوده باشه. مثلا خود مهران مدیری، رضا شفیعی جان، مهران غفوریان یا فیلمسازایی که همیشه گیششون پره، معروفه که اگه تو فیلمی باشن موفقیت تجاری اون فیلم رو تأمین میکنن، مثل رضا عطاران. اینا کجان؟ اینا کنار حکومتن یا در کنار مردم؟ سینماگر هم مثل هر آدم دیگه یه موجود اجتماعی است، تو جزیره تک و تنها که زندگی نمیکنه، کنش و واکنش داره نسبت به محیط اطرافش. عرض کردم موضوع این شخص و اون شخص نیست، موضوع تاریخ معاصر ایرانه که بخشش با سینما و سینماگران ساخته میشه. اگر نه منم باز مثل اینکه باید تاکید بکنم، اشهدمو بخونم که خیلی از اینایی رو که اسپردم دوست دارم. منم با سریال برای مثال شهرزاد زندگی کردم و بعد که فهمیدم پولی که از بابت ساختن اون سریال هزینه شد از سفره فرهنگیان و بازنشسته ها دزدیده شده بود، خب از خودم بدم اومد، احساس فریب خوردگی کردم. این همون حسی است که امروز همه مردمی دارن که با تبلیغات همین سلبریتی ها رفتن به روحانی یا هر کسی دیگه ای رأی دادن و به قول اون سپاهیه به بقای جمهوری اسلامی رأی دادن. جمهوری اسلامی که رهبرش میگه امنیت نظام مهمتر از معیشت مردمه. امنیت نظام هم که یعنی سرکوبه مردم برای حفظ نظام که دیدیم در آبان 98 و قبل از اون و قبل از اون آمدن سلبریتی ها. حالا سلبریتی ها چون معروف شدن، منم میگم سلبریتی ها، ببخشید، هشتک 1400 درست کردن، گفتن 1001 دلیل برای اینکه به روحانی رأی بدیم داریم. دیدین دیگه، خودشون هم میدونن که من کیا رو چجوری دارم میگم، لزوم نداره آدم همه اسما رو ردیف بکنه. ژست گرفتن که من به اصلاح طلبان رأی میدهم. سال 92 که اومدن شدن سخنگوی کمپین روحانی، سال 94 که تبلیغ لیست اصلاح طلبای حکومت رو کردن برای مجلس. یعنی میدونین، خب زورش میاد آدم اگه نتونه حتی اینم بگه که متاسفانه غیر از تعداد انگوش شماری همشون سعی کردن تو بساط حکومت و قدرت سیاسی حاکم بازی کنن. فهرست سینماگره با حسن هنرمندهای طرفتار رای دادن به حسن روحانی خیلی درازه. بعضی هاشون بعدن به کمپین من پشیمانم پیوستن، خیلی هاشون حالا برگشتن از اون موضع قبلی، ولی بدهکارن به مردم، مخصوصا با خیزش آبان 98 و این همه خونریزی جامعه جوانی که یکی از عشقاش همین سینما و همین سلبریتی ها بودن. سلبریتی هایی که حتی اگه ایران هم نبودن موقع انتخابات وسط جشنواره کن براشون صندوق رأی تهیه کردن گذاشتن. حکومت نیاز داره به اینا، اینا رأی بدن، انگشت جوهری رو در بیارن، این کارا بکنن، بعد اینا هم حلوا حلواشون کنن تو رسانه هاشون. خب مهمه برای جوانای سینما، برای جوانای ایران به طور کلی که از آدم مهمی مثل اصغر فرهادی یاد بگیرن. چی یاد میگیرن؟ اگه بگی فقط سینما، ما سینماگریم فلان، پس این نمایشا چیه؟ چطور سواری دولا دولا نمیشه؟ در نگاه جوان دور از پیچیدگی های سیاسی و بدبستون های متقابل اهل سینما و حکومت چه فرقی میکنین شما با اون آقایی که قبل از انقلاب سلطان مار بهرام بیضایی رو بازی کرده، بعد از انقلاب میشه مالک اشتر و بعدم میگه من تحت تأثیر دو علی هستم، یکیش علی خامنه ای؟ از سخنان ایشان در گفتگو با خبرگزاری سپاه،
آقای داریوش ارجمند. اسرائیل، عربستان و آمریکا نماد سه تا ستونن: زر و زور و تزویر، خادمین حرمین شریفین که خدا لعنتشان کند تزویر ریایی اسلام هستند. زور هم که آمریکای جهانخوار است و اسرائیل یهود هم که مشخص است. خب روشنه دیگه. ببینین، با تأسف اینا رو عرض میکنم، این مال مهر 95. شهاب حسینی از سفر آمریکا برگشت و در جشنواره مقاومت جایزه گرفت و آیه‌ای مبنی بر زنده بودن شهدا قرائت کرد. آنان زنده به حیات ابدی شدند و نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود. به فکرم رسید این آیه از قرآن کریم شاید بتونه تسلایی باشه بر دل خانواده معظم شهدا، به اخص خانواده محترم شهید بزرگوار اقبالی. از بروتون که من قبلا هم این مسئله رو خیلی گفته بودم که برخلاف حالا روند جاری در بازیگری، معمولا بازیگر نقش رو میگیره و میپرورونه. خدا رو شکر میکنم افتخاری داشتم در طول دوران کاری خودم ایفاگر نقش سردار شهید عباس بابایی باشم و این بار نقش بود که بازیگر رو در دستان خودش گرفت و پروروند. با این تعریف تصور نمی کنم که این جایزه به حق مال من باشه، بنابراین این جایزه رو به جایگاه اصلیش برمیگردم. دلم میخواست که به دستان خود شهید بابایی بوسه میزدم و این جایزه رو تقدیمشون میکردم، اما حالا که این امکان وجود نداره، این جایزه رو به فرزندان برومندشون آقا محمد، سلما بانو و حسین آقای بابایی تقدیم میکردم. فیلم سازا و بازیگرای هستن که آدم میگه کاش میشد اسم اینا رو آدم نیاره، به عنوان آدمایی که در کنار حکومتن. در کنار حکومت بودن قطعا در کنار مردم بودن نیست. اینو باید صریح گفت و صریح پذیرفت. چجوری میشه تو جشنواره مقاومت که اسم مستعار جشنواره تروریسم جمهوری اسلامی است در منطقه شرکت کرد و در کنار مردمی بود که با حکومت وحشت آفرین تروریست و خونریز جمهوری اسلامی له میشن؟ جمهوری اسلامی هر سال جشنواره مقاومت برگزار میکنه. رهبر هشت و شعبی و فرمانده هسته عملیاتی حزب الله لبنان و یکی دو تا مثل اینا همیشه در مرکز توجه این جشنوارن. یعنی مفهوم جشنواره مقاومت سینمای تروریسم جمهوری اسلامی است در منطقه. چهره مقاومت سال رو انتخاب میکنن، ابو مهدی المهندس رهبر هشت و شعبی. این لاتولوتای حزب اللهی لبنان که پولشون از جمهوری اسلامی میگیرن و میدونید دیگه مورد حمایت سپاه قدس و نیروی قدس و قاسم سلیمانیان و هم معترضین رو در عراق میکشن و هم در ایران. به نماینده ابو مهدی المهندس رهبر هشت و شعبی جایزه میدن در همین جشنواره که آقای شهاب حسینی جایزش تقدیم میکنه به فلان. مجید محمدی هم که یکی از جایزه بده هاست، یک بخش عماد مغنیه دارن، فرمانده عملیات حزب الله لبنان که به دستور جمهوری اسلامی چند تا عملیات تروریستی رو رهبری کرد، از کشتار در آرژانتین تا گروگانگیری در لبنان و سازمانده عملیات انتحاری و غیره و غیره. یه بخش ویژه داره این آدم در جشنواره مقاومت به اصطلاح، همین عماد مغنیه. اون وقت علی نصیریان هم که دیدین یک چهره ویژه داره در این جشنواره، نمیدونم چرا اون دیگه در جنگ با اسرائیل چه کرده یا کدوم کنیسه و کنشت و کشتی و مرکز اسرائیلی و آمریکایی رو ترکونده، کدوم گروه از مردم رو کشته. رو باید بدونیم اینا رو. آخه جشنواره خودمونی فجرشون هم همین اوضاعه. من میخوام از یکی از همشهریام که بچه خوبیه، چون من مشهدیم، بچه خوبیه، دعوت کنم که بیه اینجا، چون اویم بچه خوبیه، آقای عباس صالحی، عباس صالحی خود ما.
وزیر. آقای کیانیان اگه انتقادی هم یه جایی بکنه، مثلا اخبار بی سی صدای و سیمای آقایون یقشو میگیره که چرا نمک خوردی، نمک دون شکستی، اینه اون بده بستون متقابل که وقتی وارد باندهای مالی قدرت میشود این بده بستون میتونه همه اعتبار یک هنرمند رو له بکنه. این فیلم تبلیغاتی ایران مال رو ببینین که بازیگرش مهران مدیری است. من هنوز شگفت زدم از کاری که واقعا اینجا شده. خیلی خیلی کار بزرگی است برای کشور و همونطور که فرمودین حدود 18,000 شغل گویا به طور مستقیم ایجاد خواهد کرد و این حرکت بزرگی برای اقتصاد کشور و اون بخش فرهنگی و کارهایی که اینجا شده فوق‌العاده است به نظرم. به شدت از خروج ارز جلوگیری بکنه، از اینکه مردم برن کشورهای اطراف جلوگیری بکنه و این خیلی خیلی مهمه. ما تا حالا هم چیزی نداشتیم. چقدر گرفتی آقای مدیری؟ آخه چه ربطی به تو داره عزیز من ایران مال و جلوگیری از خروج ارز و ایجاد 18,000 شغل و آخه اینا به تو چه؟ دزدای گردن کلفتی مثل انصاری که از رانت رابطه با بیت پیشوا و گلپسرش مشتبه خامنه ای جزء بدهکاره کلون بانکیان، همین انصاری رسمن تو دیگه میدونی جزء بدهکاره کلون بانکیه، با درخواست اینا با پول اینا شدی بازیگر فیلم تبلیغاتی اینا. به چه قیمتی هنر و هنرمند به فروش میرسد؟ چقدر تو حرفه خودتون چقدر شما قابلیت دارین؟ مدیری آدم دارش میسوزه، استاد سینمای طنز و ما بارها دیدیم هر کی هم بخواد بگه نیست اساتید فن میگن هست و منم گزارشگر همون سخن اساتید فنم. شاید نخوان اسمشون رو بیارم که نمیارم، ولی اینا چقدر ارزون خودشون رو میفروشن به یک حکومتی که فردایی هم نداره؟ بعد فردا اینا میخوان چی بگن به مردم؟ بعد روی حرفه خودشون، حالا میگم مدیری میره درس میخونه، کار میکنه، فلان میکنه اینا، بعد انبوهی از بازیگرها و حتی بعضی از سینماگرای ایران هستن که حتی حرفه خودشون هم درست بلد. ببینید چقدر شاخ اینستاگرامی ما داریم در بین بازیگران سینما. دیدین حتما دیگه اون گفتگوی خانم سحر قریشی رو با آقای رشید پور، همون آقای رشید پوری که باز میگم متاسفانه چون اینا به هر حال با سوادای کارن، رشید پوری که سخنگوی کمپین روحانی بود و هیچ وقت من یادم نمیره که پشت میکروفون میگفت مستان سلامت میکنند به آقای روحانی. بعد ببینین چند تا بازیگر هستن که آدم های مهم حرفه خودشون رو تو کشورهای دیگه میشناسن و ازشون یاد میگیرن، چقدر سینما خوندن. چند تا بازیگر سینما هستن که معذرت میخوام که به سرنوشت مردم کشور خودشون و کشورهای دیگه حساسن. یه مثال سریع بزنم منظورم روشن بشه بگذاریم. از همین آمریکا، کسی که همتون احتمالاً میشناسینش، رابرت دنیرو، هیچ فرصتی رو از دست نداده برای اینکه از مردم معترض کشورهای دیگه، مشخصاً اینجا دارم میگم ایران، برید نگاه کنید توییترش و اینستاگرامش رو برید نگاه کنید، از مردم معترض در کشورهای دیگه علیه جهل و نادانی و استبداد و فقر، علیه وضع موجود دفاع میکنه. این نمونه پستی که گذاشته. یکی از مهمترین کارهایی که همین آبان ماه کرد گذاشتن ویدیوهای اعتراض مردم شهرهای مختلف ایران بود، ترجمه حرفایی که مردم تو ویدیوها میزدن به انگلیسی. این ویدیوهایی هم که دارین میبینین
عیناً حرفای خانومی را از اصفهان گذاشته که میگه به ما شلیک میکنن، ما رو میکشن، انگار دارن پشه میکشن. اینا رو عمر ترجمه کرده به انگلیسی. تو آمریکا البته کم ندیم، این استثنا نیست. دنیرو و داستین هافمن و آل پاچینو و مل گیبسون و خیلی های دیگه که سرنوشت مردم کشورهای دیگه هم براشون مهمه، از جمله ایران. تو ایران ما چقدر بازیگر و سینماگر داریم که سرنوشت مردم خود ایران براشون مهم باشه. خب میریم سراغ یکی از سینماگران پیشکسوتی که درست 60 ساله در سینماست و او رو به خوبی میشناسید، آقای پرویز صیاد، که من فکر میکنم نیازی ایشون به معرفی داشته باشن. ببینین قاعده این است، قبل از انقلاب هم شاید همین طور بود، که سینماگر در ایران یا باید با حکومت باشه یا دست کم در مخالفت با حکومت چیزی نگه تا بتونه به کارش ادامه بده در آسایش. خب توی همچین شرایطی مثل ایران امروز در یه همچین کشوری یک بازیگر یا یک فیلمساز باید چیکار کنه؟ در رابطه با صنعت سینما بین نظام پیش از انقلاب و بعد از انقلاب تفاوت‌هایی هست. در نظام پیشین اگر حمایتی از سینما میشد به طور کلی نبود، گهگاهی بود و معمولا سینما متعلق به بخش خصوصی بود، تولید سینما در دست بخش خصوصی بود، برای مصرف داخلی فقط تولید میشد و در این سری فیلم ها دولت نقش بی تفاوتی داشت، نه تنها حمایت نمی کرد تا عنایتی هم به اینجور سینما نشان نمی داد. گهگاهی حمایت هایی از فیلم هایی به عمل می آمد که این فیلم ها بتونه در معرض نمایش بین المللی در فستیوال های خارج از کشور اعتباری به دست بیاره. اونجا بود که حکومت به این نوع فیلم ها عنایتی نشان می داد، بعضی وقتا جوایزی بهشون می داد و بعضی وقتا هم برای تولید این فیلم ها در سرمایه گذاری یا وسایل تکنیکی کمک میکرد. خب چون حمایت محدود بود انتظارات هم محدود بود. فراموش نکنیم که سینمای دوران پیش یک سینمای ناسازگاری بود با حکومت، به خصوص سینمای متفاوتش، سینمای متعلق به بخش روشنفکری جامعه. ولی در نظام بعد از انقلاب حمایت حکومت از سینما در مقام یک تهیه کننده و کارفرمای اصلی صورت گرفت. یعنی همون انتظاری که یک تهیه کننده از سرمایه گذاری و حمایت مادی یک فیلم داره، اون توقعاتی که داره، حکومت جمهوری اسلامی در کلیت سینما این توقع رو به وجود آورد، چون همین حمایت رو هم عملا به این سینما میکرد. یعنی تولید کننده بخش خصوصی دیگه فعال نبود، کسی سرمایه گذاری در فیلم نمیکرد، تنها حکومت بود که در تمام مراحل تولید فیلم دخالت و نظارت میکرد، هم نظر مادی هم نظر محتوای فیلم، تعیین تکلیف میکرد برای فیلم ها و حتی در توزیع فیلم هم دخالت میکرد. یعنی بخش نمایش دادن فیلم هم در اختیار دولت بود و هست. مثلا خب ما شنیدیم که حتی نمایش فیلم ها محدود به خواست دولت بود، مثلا این فیلم یه هفته بره، اون فیلم دو هفته دیگه بره، یا فیلم یه فیلم دیگری اصلا به نمایش در نیاد، چون اصلا با هدف نمایش دادن به فستیوال های خارج از کشور ساخته شده بود. خب توی همچین وضعیتی فیلمساز و بازیگر باید ول کنه بره سراغ یک شغل دیگر، چون فقط میتونه بر اساس آنچه سیاست‌های حاکم دیکته میکنه کار بکنه، خصوصا وقتی بازیگرای پیشکسوت مثل بذاریم بگم مثل آقای نصیریان، مثل داوود رشیدی، مثل جمشید مشایخی و چند تای دیگه از اول سینمای جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و توی این سینما کار کردن. وقتی اینجوریه دیگه از سینماگر دهه 70 مثلا چه انتظاری داریم؟ ببینید باید یا نبایدی من در مقامی نیستم که تعیین بکنم برای فیلمساز یا بازیگر. این به انتخاب خود بازیگره، به انتخاب خود تهیه کننده، ببخشید کارگردانه، که آیا با اون شرایطی که موجود هست و
و اون انتظاراتی ازش میره آیا کار بکنه یا نکنه. در اینجا چون مسئولیت خلاقیت فیلم و تولید فیلم از نظر محتوا با کارگردانه، ما روی سخنمون بیشتر باید با کارگردان باشه و کسی که فیلمساز تلقی میشه. بازیگرا اینجا یه نقش تعیین کننده ای واقعا در سرنوشت فیلم ندارن از نظر محتوایی. اونا تابع قصه ای هستن که اولا نویسنده و کارگردان تعیین کرده و بعدم سیاست و روش عمومی دولت برای نظارت کلی بر این قصه ها و این محتوا ها معین شده. از اون چارچوب بازیگر که فراتر نمیتونه بره، یعنی هیچ کمکی به تعیین سرنوشت محتوای فیلم بازیگر نمیتونه داشته باشه. تنها کسی که میتونه داشته باشه کارگردان و نویسنده است که اونها هم با اون ضابطه های از پیش تعیین شده حکومتی که اصلا در تمام مراحل تولید به فیلم و نظارت و دخالت میکنه بایستی در اون چارچوب پیش بره. این دقیقا بسته به انتخاب خود اوست و در اینجا به نقش بازیگران و حتی فیلمسازان پیشکسوت اشاره کردی، باید بگم تفاوتی هست بین فیلمسازان پیشکسوت وقتی اونا پیش قدم میشن در ساختن چنین فیلمهایی در چنین شرایطی و با چنین حکومتی، در واقع راهگشایی هستن برای نسل بعد، یعنی قبح عمل سازشکاری و مدارا کردن با شرایط حتی نامعقول در بسیاری موارد متوجه کسانی است که میتونستن روز اول نبگن و نگفتن و بعد این به نسل بعدی منتقل شده و قبح عمل به کلی از بین رفته و الان جوانی که دوستدار سینماست و قریه فیلمسازی داره، خب در یه شرایطی به دنیا میاد که زبان اصلی سازشکاری و مدارا کردن با شرایط سخت حکومت فعلی است، خب از اون انتظار چندانی نمیشه داشت. پیش قسمت‌ها و پیشگامان این کار راه رو برایش هموار کردن که او هم به مدارا کردن بپردازه. خب سازش نکردن و مدارا نکردن سینماگر با شرایط تحمیلی یعنی چی؟ یک کم مشخص‌تر کنیم موضوع رو. ببینید در چارچوب همین سینمای دولتی موجود ما به نام‌هایی برمی‌خوریم که نام‌های شناخته شده و پر اعتباری بودن در نظام گذشته، خب در آغاز تجربه کردن کار کردن با این نظام رو، چون واقعا می‌خواستن تو کشورشون کار کنن، کارشون فیلمسازی بود. خب به تدریج برخی از این نام‌ها از کار کناره گرفتند یا کنار گذاشته شدند و می‌بینیم پس شرایط قبول کردن شرایط و مدارا کردن و سازگاری به شرایط از یه طرف بستگی به مقاومت اون فیلمساز داره و نرمشی که می‌تونه به کار ببره یا به کار نبره. شما خودتون الان میدونید که چه کسانی با در ایران هستن و با این سینما همکاری نمیکنن، یا لااقل اگر به عبارت دیگه شاید زمینه و میدان برایشون فراهم نبوده باشه، ولی اگر میخواستن همکاری کنن قابلیت و استعداد و قریه و تجربه کافی برای این کار داشتن و وقتی میبینیم اونا همکاری نمیکنن و اسمی ازشون نیست، نشون دهنده این هستش که اون دایره فعالیت یا برایشون انقدر تنگ شده که نمیتونن کار کنن یا به انتخاب خودشون ترجیح دادن با چنین شرایطی و با چنین نظامی مدارا نکنن، ولو اینکه در واقع هرگز فیلمی دیگه ازشون ما نبینیم و به صحنه نیاد که البته اسباب تعصب. کیا مثلا؟ مثلا تقوی، مثلا بیزایی، من مهرجویی که خب این اواخر اصلا من خیلی عجیبی که یکی دو سال هیچ خبری از کار جدیدش من نمیشنوم، تازه هیچ کاری ازش ندیدم. فیلمساز خوبی مثل مهرجویی مثلا کاری نداره تو این چند سال اخیر. ببینیم، من باز میخوام از فضایی بگم که برای جوانای با استعداد سینما ساختن اون پیشکسوت‌ها اسمای گنده‌ای هستن در هنر سینمای ایران، انتظامی و کشاورز و نصیریان و رشیدی و چند تای دیگه که از اول رفتن در این نظام کار کردن. خب من جوون میگم مگه من از اینا گنده ترم که خودمو بکشم کنار رو نرم کار بکنم؟ حمایت همین پیشکسوت ها از نمایش های انتخاباتی که اصلا با معیارهای تعهد و مسئولیت یه آدم اهل فکر و فرهنگ قابل توصیف نیست،
یه مثالی که آدم میتونه بزنه در این رابطه. اون راهی که شما انتخاب میکنی در پرورش خودت و شخصیت خودت و ساختن آینده خودت مؤثر هست. یعنی در انتخاب اولیه خیلی مهمه، ولی اینی که کی شما دست میکشی تجربه میکنی که تو چقدر من میتونم برای مثلا فرض کنید که کار کردن یا فیلم ساختن و کاری رو به مرحله عمل در بردن مدارا بکنم، سازشکاری بکنم، تو یه جایی میرم جلو که به منویات و به لااقل اون اخلاقیات باطنی خودم منافات نداشته باشه. ولی وقتی از این حد میگذری دیگه اون ضابطهای اخلاقی و اجتماعی که بهش اشاره کردی دیگه اصلا اونا کاربردی نداره، دیگه شما از حد دیگه از حد مدارا فراتر رفتی و تبدیل شدی به بخشی از اون ساختاری که حالا به خاطر درگیری با او یا مدارا کردن با او کارت شروع کردی تبدیل میشی به بخشی از خود او، و اون وقتی که دیگه کم کم ناگزیری ازش دفاع بکنی، یه جایی حتی مثلا سخنگوی اون نظامی باشی که روز اول شاید قصد دین نبوده، اینا همه راههایی است که کم کم پیش پای شما گذاشته میشه و شما دیگه از نمیتونی خودداری بکنی و به اون راه نری. خب خودتون آقای سیاد چرا از ایران رفتین؟ نتونستین با این حکومت کار کنین یا حالا کاری ندارم به مراحل بعدی که اصولا با ساختن نمایش محاکمه سینما رکس همون اوائلی که مهاجرت کرده بودین تکلیفتون با حکومت و تکلیف حکومت با شما کاملا روشن شد، چرا از ایران خارج شدین؟ وقتی من از ایران می آمدم آتش سوزی سینما ها در تهران و بعضی از شهرستان ها شروع شده بود، ولی البته هنوز به اون نقطه نهایی یعنی آتش سوزی سینما رکس نرسیده بود کار. وقتی من از ایران خارج شدم شرایط دیگه برای فیلمسازی اولا مناسب نبود به خاطر اون آشوب‌های خیابانی که پیش آمده بود، خب قطعا سینما ها تعطیل شده بود، در نتیجه فیلمسازی هم فکر میکردیم تا آینده نامعلومی به مسیر خودش نخواهد افتاد. بعد از آتش سوزی سینما رکس من خارج از کشور بودم، دیگه دیدم این رسیده این کار به نقطه نهایی خودش، یعنی به نظر نمی اومد که اصولا خود نظامی که با سوختن سینما ها آتش زدن سینما ها میخواد روی کار بیاد اصلا هیچ راهی برای آشتی با چنین صنعتی یا با چنین هنری برای خودش وجود بیاره. ولی در کمال حیرت بعد از یکی دو سال اول متوجه شدم اتفاقا اولین صنف و اولین گروهی که به دست و پای افتاد، دولت افتاد، نظام بعدی افتاد برای کار کردن یا هموار کردن راه برای کار کردن، صنف در وهله اول صنف صاحبان سینما بود و بعدم کارکنان سینما و بعدم هنرمندان سینما که همیشه فیلم‌های ناسازگار با حکومت قبلی ساخته بودن، حالا کم کم می‌افتادن که فیلم‌های کاملا سازشکارانه بسازن. این واقعا دور از انتظار و تصور من بود و از اینکه در این جمع نیستم و از این فاصله، از این فضایی که دوستان من و همکاران گذشته منو یا وادار کرده که به این راه کشیده بشن یا اینکه ناگزیر به اون راه کشیده شدن، به هر حال خوشحال بودم که در این جمع نیستم و از اینکه اصلا از مقوله فیلم سازی هم به کلی دور شده بودم. اصلا فکر این که خودم در آینده فیلمی بسازم، حالا چه در ایران چه در خارج کشور، دیگه به کلی از تصورات من خارج شده بود و حرکات بعدی و اتفاقات بعدی هم که رخ داد تقویت کرد این فکر منو که جامعه ای که جایگزین نظام پیشین شده محملی برای سینما نداره، ولی در نهایت شگفتی متوجه شدم که اصلا دارای یک صنعت سینمای به قول منتقدین فرهنگی پیشرفته‌ای شد. حالا من نمیدونم چطور این منتقدین به خودشون اجازه میدن سینمای ایران سینمای پیشرفته‌ای بدونن، در حالی که از 80 میلیون جمعیت این کشور
بیش از 40 میلیونش به طور قطع یقین از رفتن به سینما معذورن، چون اصلا سینمایی در منطقه که اونا دارن زندگی میکنن نیست. چطور یه چنین کشوری میتونه صاحب سینمای پیشرفته باشه؟ این اغماز و چشم پوشی منتقدین و فیلمشناسان جهان رو من اصلا به هیچ وجه قابل توجیه نمیبینم. سینماگرا در ایران اخیراً دو تا بیانیه دادن. قبلا هم که یه عده‌شون بیانیه داده بودن در محکوم کردن تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی، ماجرای تحریم دارو و اینا که اصلا حالا کاری نداریم. این دو تا بیانیه‌ای که اخیراً دادن، یکیش در انتقاد از پارتی بازی راندخاری و پولشویی در سینما و سانسور حکومتی است که یکی دو نفری از خود اهل سینما همصدا با کیهان دفتر پیشوا آمدن به این بیانیه اعتراض کردند و گفتن افرادی که خودشون با رانت به ثروت و امکانات میلیاردی رسیدن الان آمدن این بیانیه رو دادن تا زمینه موجهی بشود برای اینکه وزارت ارشاد سینماگران رو از پرداخت مالیات معاف کنه و این اتفاق هم البته افتاد. البته تو اون امضا کننده ها هم افرادی بودن که واقعا با پارتی رانت و غیره کارهای پرسر و صدایی کردن و هم کسایی که حقیقتا با فساد در سینما مخالف بودن، آدمای موجهی که هنر این مملکت بهشون بدهکاره، از امضا کننده های اون بیانیه بودن. دیدین چند تا عکس ازشون؟ بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، پرویز کیمیاوی. در مجموع این بیانیه بود در تاکید بر اینکه ما سینماگریم و تکرار شده بود این ما سینماگریم در اون بیانیه که آدمو یاد بیانیه 134 نویسنده مینداخت که با تیتر ما نویسنده ایم اگه اشتباه نکنم در دهه 70 منتشر شد و اهمیت پیدا کرد. خب یک بیانیه دیگر معروف به بیانیه صدای آبان که نوشتن در این روزهای تلخ که از پس آبان 98 گذشته است، لحظه چهره جوانان جانباخته، مردمان زخم خورده، مادران داغدار و پدران بیتاب از برابر چشم دور نمی شود. جوانانی که خون پاک آنها با بی‌تدبیری بر خاک ریخته شد و با انتصابشان به بیگانگان سعی بر نادیده گرفتنشان شده است. آنها فقط به جان آمدگانی بودند که چون هیچ گوش شنوایی نیافتند، ناکارآمدی‌ها را در کوی و برزن فریاد زدند. با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی را که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید؟ بدانید که فریاد فروخفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد. نخستین امضا کنندگان این بیانیه از جمله رخشان بنی اعتماد، اصغر فرهادی، حسین علیزاده، کیهان کلهور، لیلی گلستان، بهمن فرمان‌آرا، داریوش مهرجویی، جعفر پناهی، محمد رسول و فاطمه معتمداریا، امیر شهاب رضویان، باران کوثری، پگاه آهنگری و غیره. این بیانیه تا حالا ده‌ها هزار امضای حمایتی گرفته در شبکه‌های اجتماعی. بیانیه است موجز که دفاع هنرمندا رو از مردم در مقابل استبداد نشون میده. ولی خب تو همین بیانیه، تو همین افراد، تو همین امضاها هم افرادی هستند در کنار کسانی که عرض کردم فرهنگ ایران و هنر ایران بهشون بدهکاره. ببخشید سرماخوردگی اعصاب ما رو خورد کرد. افرادی هم هستن که سال 92 و بسا سال 96 مبلغ حکومت بودن در انتخابات. چجوری میشه اینا رو توجیه کرد؟ ببینید به هر حال این بیانیه هایی که بهش اشاره فرمودید یکیشو برای من فرستادن بدون که از امضا کنندگان بیانیه نامی برده باشن، از من خواستن شما هم امضا بکنید. من گفتم خیلی از حسنیت شما ممنونم، ولی امضا کردن من کمکی به این خواستهای شما نمی کنه، برای اینکه اولا من یک فیلمساز
قدیمی هستم، فیلمساز فعالی نیستم، 35 سال فیلمی نساختم دیگه. با اگر میخوام بگیم فیلمساز، بگیم فیلمساز گذشته. شما در واقع یه مقدار خواستهای صنفی دارید که حقتون هم هست داشته باشید. من که در صنف شما اونجا فعال نیستم، امضای من در اونجا فقط جز این که اسباب زحمتتون بشه مشکل آفرین باشه کمکی نمی کنه. بنابراین این خواستهای شما رو بنده خودم همه رو اغلبشون رو موجه می بینم. سالهاست خودم این در گفت جان و سخن از زبان ما میگویی، خود من این حرفا رو به شکلهای مختلف به عنوان اینی که کمبودهایی که شما در جامعه خودتون دارین به خصوص در مورد آزادی بیان این برانور تا جایی که وسعم میرسیده توانایی داشتم نوشتم و گفتم، ولی الان چون من در سنتر شما نیستم جز خوارج حساب میام، اجازه بدید که من خودم در این قضیه دخالت دادم، در حالی که واقعا همدردم با این خواستای شما، کاملا به حق هست، ولی خب به هر حال این خواستای صنفی است. اما در مورد اون جنبه راندخاری که بهش اشاره کردید، این سوء استفاده از سینمای دولتی خود به خود از روزهای نخستین آغاز شد، یعنی از اولین فیلم هایی که درفتن در سوریه ساختن. چه چیزی میتونستن در ایران در سوریه بسازن که در ایران نمیتونستن، به خصوص در دوران جنگ و دوران هاستجگیری که مرکز آشوب همه در ایران بود، چرا اونجا چه چیزی در سوریه وجود داشت که این جوانه که تازه به کار سینما پرداخته بودن با یه گروهی از سینماگران کارکشته زمان گذشته رفتن به سوریه. از همون آغاز مسئله اصلی فیلم ساختن نبود، ولی نقل و انتقال وجوهاتی بود که میشد به صورت عرض به خارج از کشور بود، و بعد صدور فیلم هایی هم که به خارج کشور رفت باز همش با این مقوله همراه بود که پول هایی که میره مثلا فرض کنید که در حساب هایی در خارج اندوخته بشه، و این و یا بانک هایی که شروع کردن به این فیلم ها و فیلم هایی که چند ملیتی است، مثلا فیلمی است که مثلا در یه تیکش در اسپانیا است، یه تیکش در ترکیه است، همه اینها محمل هایی است که بتونه به این بهانه ها رقم های درشتی ارز از کشور خارج بشه و هیچ وقت هم به کشور مراجعه داده نشه. سپاسگزارم بسیار آقای پرویز صیاد. من یه نکته رو حالا که فرصت داریم میخوام اضافه کنم درباره این دغدغه شهرت از راه سینما. خب همه میخوان مشهور بشن، اما به چه قیمتی؟ روشنه که هیچ کس از همه سینماگران انتظار نداره که همشون مثل جعفر پناهی باشن، منظورم سینماگرایی است که در ایرانن، که کارنامش نشون میده هنرمندی است که همیشه دغدغه محکومان رو داشته و حتی بازی کردن تو فیلمش جرم از نظر آقایون. مریم مقدم در فیلمی به نام پرده به کارگردانی جعفر پناهی و همکاری کامبوزیا پرتوی در سال 1391 بازی کرد که طبعا به دلیل کارگردانی جعفر پناهی که به حکم دادگاه انقلاب به مدت 20 سال محروم از فیلم سازی است و البته ممنوع الخروج هم هست و 6 سال حبس زندانی، 6 سال حکم زندان دارد و موقت مثلا آزاد است. اگه میتونه سنگ نمیذاشتن آزاد باشه. باری فیلم پرده هرگز اجازه اکران در ایران را نیافت. این فیلم در جشنواره بین المللی فیلم برلین در سال 91 برنده خرس 1391 برنده خرس نقره‌ای برای بهترین فیلم نامه شد، اما جعفر پناهی برای شرکت در این جشنواره نیز اجازه خروج از کشور را نیافت مثل موارد پیش از اون. مریم مقدم به دلیل بازی در این فیلم به مدت 2 سال از سوی وزارت ارشاد ممنوع کار و ممنوع خروج شد. بله، جعفر پناهی سال 88 دوبار دستگیر شد. بازداشت دوم او از دهم اسفند تا 4 خرداد سال بعد که با قرار وثیقه آزاد شد ادامه داشت. جعفر پناهی در دادگاه به 6 سال حبس عرض کردن، 20 سال محرومیت کاری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده، ولی به طور موقت خارج از زندان است. جرمش چیه؟ فیلم ساختن.
تو مملکتی که شما به بهانه بازی توی فیلم مجوز ندار بازداشت میشی و حکم زندان و شلاق برات میبرن، به کجای این شب تیره میآویزی قبای کهنه خود را؟ مرضیه وفامهر به دلیل بازی در فیلم بدون مجوز تهران من حراج ساخته گراناز موسوی تیر 90 دستگیر و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. دادگاه بدوی او را به 1 سال زندان و 90 ضرب شلاق محکوم کرد، ولی در دادگاه تجدید نظر این حکم 3 ماه و 1 روز و جریمه مالی کاهش یافت. وفامهر که همسر ناصر تقوایی کارگردان بزرگ سینماست، 3 آبان همان سال بعد از حدود 4 ماه آزاد شد. سال 1390. سینماگرها چقدر جلوی وحشیگری هایی حتی از این نوع می ایستند، از نوع ستم و وحشیگری علیه افراد صنف خودشون؟ چقدر آخه عافیت طلبی؟ ببینید، معروفه در ایران که با احترام به پزشکان متعهد و وکلای متعهد، وکلای دادگستری، معروفه که محافظه کارترین اخشار جامعه در پیوند با جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات اجتماعی و در واقع سعی کنن که خودشون کنار بکشن، منافع شخصیشون ایجاب میکنه، یکی پزشکا هستن، یکی وکلا هستن. ما در پاکستان دیدیم که وکلای دادگستری باعث شدن که دولت عوض بشه با تظاهراتی که میکردن، کتک هم خوردن از پلیس، زندان هم افتادن و ولی عقب نشینی نکردن، یک جنبش وکلا شکل گرفت در اونجا. ما نهادهای صنفی مثل پزشکان بدون مرز رو داریم که واقعا در همه جهان تلاشش اینه که از سرکوب شده ها تو سری خورده ها دفاع بکنه. در ایران من کاری به پزشکا و اینا رو مثال زدم، سینماگرا یا کجا وایسادن؟ خب بریم پرده آخر. چه خبر است اینجا؟ زمان ظهور امام زمان، زن جوون، فتات، یعنی زن جوون، مثلا زن دختر 18 ساله 20 ساله طبق طلا رو سرش میذاره، از مشرق میرود مغرب، کسی نگاه بهش نمیکنه. زمان امام زمان، زمان امام زمان گرگ و گوسفند تو صحرا با هم میچرن، کاری به هم ندارن. زمان امام زمان سلام الله علیه مؤمن صدقه دستش میگیره، به هر کی میرسه میگه آقا این صدقه است، من احتیاج ندارم، من نیاز ندارم، من تأمینم. شب و روزگار خوش. برای دریافت فایل صوتی برنامه صفحه آخر از طریق وبسایت صدای آمریکا اقدام کنید. با اشتراک خبرنامه بخش فارسی صدای آمریکا، فایل صوتی برنامه صفحه آخر را هم هر هفته دریافت کنید. این صدای آمریکاست.